و اما در زیر ذره‌بین امشب سراغ سازمانی میریم که به هالیوود اسلامی هم معروفه و میپرسیم قاسم سلیمانی چطور درون بیت‌های شاهنامه فردوسی و کنار اساطیر ایرانی قرار گرفت؟ چه هنرمندانی با سپاه همکاری کردند؟ پشت دیدار امیر تتلو و ابراهیم رئیسی چه کسانی بودند؟ امشب مهمترین و پرنفوذترین بازوی فرهنگی سپاه پاسداران، سازمان هنری رسانه‌ای اوج رو زیر ذره‌بین میبریم. همین حالا تئاتر در تهران روی صحنه است که قهرمانش اسفندیار اسطوره ایرانی شاهنامه است. اما چرا با اینکه در هیچ کجای نمایش هفتخوان اسفندیار اشاره‌ای به قاسم سلیمانی نمیشه، این نمایش به نوعی تبلیغ فرمانده پیشین سپاه قدسه. هفتخوان اسفندیار محصولی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا دقیق‌تر محصولی از سازمان هنری رسانه‌ای اوج وابسته به سپاه پاسداران. تئاتر فقط یکی از تولیدات این سازمانه. پس از اعتراضات سال 88 جمهوری اسلامی دست به نوسازی در سیاست رسانه‌ایش زد. سپاه پاسداران وارد فضای فرهنگی شد. سازمان اوج حاصل این تغییر سیاست رسانه‌ای، سازمانی که حالا عریض و طویل هم شده. این ساختار سازمان اوج، زیر مجموعه هاش با خانه یا مرکز مشخص میشن. میبینید که از خانه فیلم و سریال داره تا خانه طراحان، از خانه پویانمایی داره تا خانه کودک. بررسی محصولات هر کدام از این زیر مجموعه ها خودش یه زیر ذره‌بین جدا نیاز داره. مدیر عامل فعلی اوج احسان محمد حسنیه، رئیس سابق بسیج هنرمندان. گزارش 10 ساله سازمان اوج رو خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کردیم و ایشون منت گذاشتن و محبت کردن و بچه های اوج رو با یک تقریز مهربانانه و پدرانه مورد لطف و محبت خودشون قرار دادن. مدیران جوان اوج چندان شناخته شده نیستن، اما اگر جمهوری اسلامی برقرار بمونه احتمالاً از اونها بیشتر خواهیم شنید. مسئول مرکز آوای انقلاب اوج که با عنوان موا هم شناخته میشه، مهدی جعفری، پسر محمد علی جعفری، فرمانده سابق کل سپاه و فرمانده فعلی قرارگاه بقیت الله الاعظمه. او عضو هیئت مدیره شرکتی به نام دل صدا هم هست. عضو دیگه هیئت مدیره دل صدا که همکاری مستقیم با اوج داره، میثم محمد حسنی، برادر احسان محمد حسنی. میثم به گفته خودش کسیه که با خواننده ها و شاعرای زیادی همکاری داشته، از جمله فرزاد فرزین، یغما گلرویی و محسن چاوشی. کلیپ آهنگ انرژی هسته‌ای تتلو هم با مدیریت برادر رئیس سازمان اوج ساخته شده. میثم محمد حسنی در مصاحبه گفته سازمان اوج 5000 قرارداد موسیقی با خواننده ها داره. او همون کسیه که تتلو رو برای تبلیغات انتخاباتی کنار رئیسی نشوند. ایرانو دارم، مادرمو دارم و پایبند به یه قلب و یه کلید پروردگار. منظورش اینه که ما میتونیم دوست داشته باشیم همدیگه رو، ولی عشق از اون کلیده که باز میکنه دیگه، از اون کلیدایی که دست ماست، نه از اون کلیدای علکی. محمد امین همدانی چهره اصلی تولیدات انیمیشن سازمان اوج. برای مثال انیمیشن پسر دلفینی محصول خانه پویانمایی این سازمانه. او در 3 شرکت هم شریک و هم مدیر بوده و هست، از جمله هفت سنگ ماهان که برای بخش کودک و نوجوان حزب الله لبنان انیمیشن ساخته. عضو دیگه هیئت مدیره هفت سنگ ماهان حامد جعفری که عضو هیئت مدیره شرکت رایمون مدیا هم هست. این شرکت در حوزه انیمیشن و رسانه فعاله و با شرکت خدمات اینترنتی آسیاتک هم مرتبطه. حجت الله برامکی یزدی عضو دیگه هیئت مدیره است که به نمایندگی از سبا تامین وابسته به شستا مدیر عامل سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ایرانه. برامکی همچنین تا خرداد امسال رئیس هیئت مدیره شرکت دوده صنعتی پارس، بزرگترین تولید کننده دوده صنعتی و تامین کننده کارخانه های لاستیک سازی ایران بوده. مسئول خانه طراحان سازمان اوج محمد امجد. بیلبوردهای تبلیغاتی و موشن گرافیک های این مجموعه زیر نظر این مرکز تهیه میشه. برای مثال شاید دیوارنگاری زنان سرزمین من رو یادتون باشه که در بحبوحه اعتراضات 1401 تلاش داشت مسئله زنان رو مصادله به مطلوب کنه، اما به دلیل اعتراض چهره هایی که روی این دیوارنگاری بودن فقط یک روز بعد از نصب پایین کشیده شد. شاشم. بله. دانشمند هسته‌ای. نه خیلی. تو مگه دانشمند هسته‌ای نیستی؟ من غلط بکنم. غنی‌سازی بد. سانترفیوژ بد.
اما فیلم ها و سریال ها و همین تئاتر هفت خوان اسفندیار زیر نظر خانه فیلم و سریال سازمان اوج تولید میشه که مسئولش محمد دریالعله. او پیش از این مشاور فرهنگی مؤسسه فرهنگی رسانه ای آفتاب مهر وابسته به وزارت دفاع و بنیاد و معاون بنیاد روایت فتح هم بوده و البته از سخنرانان شبکه انوار هم هست. یکی دیگه از مهمترین چهره های اوج محمد ذوقیه، متولد سال 63 و دستیار ارشد رئیس سازمان اوج. او مدیر مسئول خبرگزاری دانشجو و مسئول سیاسی بسیج دانشگاه تهران هم بوده. ذوقی در انتخابات 1392 از اعضای ستاد دانشجویی حامیان سعید جلیلی بود. سعید جلیلی برادر وحید جلیلیه که الان در واقع نفر دوم صدا و سیما است و از نزدیکان و همفکران سازمان اوج. من اسفندیارم، دست از جان شسته برو این تن، فرزند گشتاس شاه ایران زمین. نمایش موزیکال هفت خان اسفندیار، کارگردان حسین پارسایی. بخش از تئاتر هفت خان اسفندیار بود که دیدیم. حالا اگر این نمایش رو کنار ساختار سازمان اوج و این حرف معاون سابق وزارت ارشاد بذاریم، تصویر بهتری به دست میاد. او درباره همین نمایش گفته بهتر آثاری مثل شاهنامه رو شبیه سازی کرد و گفته اگر اسفندیار افسانه است، قاسم سلیمانی واقعیته. دوباره برگردیم به ساختار سازمان اوج که مدیران جوانش احتمالاً به زودی کنترل کل فضای رسانه‌ای کشور رو به دست می‌گیرن. احسان محمد حسنی رئیس اوج، محمد ذوقی دستیار ارشد، مهدی مطهر خانه مستند، محمد امجد خانه طراحان، مهدی جعفری و معاونش احسان خداپرست مسئولین مأوا و محسن دریالعل خانه فیلم و سریال و علی صدرنیا مسئول امور رسانه که با ابراهیم رئیسی به آمریکا رفته بود. خانه کودک که بنا به خبرها فعلا فعالیتش تعطیل شده و خانه پویانمایی که مسئولش محمد امین همدانیه که مفصل بهش پرداختیم. باید گفت مدیران سازمان هنری اوج نسل جدید مدیران سپاه پاسداران در حوزه تبلیغات و رسانه‌ن. سازمانی که برنامه‌ریزی برای اون 14 سال پیش شروع شده و حالا تازه مشغول برداشت محصول سیاست‌گذاری این 14 سال و فتح فضای دیداری ایرانه.